چه اتفاقی براش افتاده؟ تو زندان با چاقو زدنش. چرا نبردینش میشه دکتر؟ برای چی آوردینش اینجا؟ این وقت شب دکتر از کجا پیدا کنیم؟ ببرینش اتاق عمل. منم میرم به دکتر خبر بدم. دارم دیوونه میشم. دایم دیگه نمیتونه این شرایط تحمل کنه. دیگه طاقتش تاق شده. میدونی اول گلیه میفرسته بعدش هم نوبت منه. رمضان اینا همش تقصیر اون دختر است. دایید باید چیکار کنه؟ نگرش داره. آخه اونو نمیشه نگه داره. به خاطر اون گلیزار احمقه. لازم نبود قضیه کتککاری رو رو کنه. چی میشد اگه خفه میمرد؟ پاشو مردک بی غیرت. چی شده ها؟ میخوای بدونی چی شده؟ همین الان که تو نشستی اینجا دختره داره آقا رو راضی میکنه. کی دایی منو؟ لازم نکرد حجات تکون بخوری. تو به هیچ دردی نمیخوری. آقا یاسین بهتر شما برید. قسم میخورم که داره گولش میزنه. زود باشی. استغفرالله. چی شده آقا یاسین؟ باز چه اتفاقی افتاده؟ من میخواستم. هنوز دارن حرف میزنن؟ خوش اومدی خواهر. اگه حرفتون تموم شده باهاتون کار داشتم داداش. خیلی خوب بگو. گوشم با شماست. یه ساعته که دارین حرف میزنیم. بالاخره تصمیم گرفتید که اون باید کی از این مزرعه بره؟ اون نمیره. یعنی قبول کرد با رمضان ازدواج کنه؟ نه. از رمضان خوشش نمیاد. این کار که زورکی نمیشه یاسین. به رمضان بگو به اون دختر دیگه کاری نداشته باشه. اگه ازدواج نمیکنن پس برای چی باید بمونه؟ چون جایی نداره بره. چی کار کنیم؟ بفرستیم پیش باباش که بزنه دختره رو بکشه؟ خیلی خوب باشه. ولی برای چی باید اینجا بمونه؟ به چه دلیلی؟ اگه قرار بود هر کس برای موندن تو این مزرعه یه دلیلی داشته باشه، اون وقت فقط خودم و خودت باقی میموندیم. من میرم بخوابم. شب بخیر. گلیزار اگه ده این خودش بخواد دختره رو بگیره. اگه همین الانم فکراشو کرده. این خطینم نشون. اگه فردا نگفتی حق با توی گلیزار، اگه همچین اتفاقی بیافته اون وقت چی کار میکنی؟ چی کار میکنم ها؟ من هنوز بی غیرت نشدم. فکر کردی من چیم؟ یه آدم بی ناموس آره؟ حالا بی خیال. فکر کردی کاری از دستت برمیاد بیچاره؟ حرف دهنه تو بفهم زن، چون من خیلی عصبانیم. خیلی خوب بگو ببینم میخوای با دایی چیکار کنی؟ اون داییته. میخوای دایی تو بکشی؟ برام مهم نیست که اون داییته. پای شرفم در میونه، پای ناموسم. میرم و شکمشو پاره پاره میکنم. خب بگین چی شد؟ همون چیزی که ازش میترسیدین. باهاشون صحبت کردین؟ آره. چی کار داشتن میکردن؟ هیچی. نشسته بودن گل میگفتن گل میشنفتن. نتیجه این که دختره میمونه. ولی گفت به رمضان بگم دیگه کاری بهش نداشته باشه. نمیدونم چجوری اونو راضی کردی، ولی منو نمیتونی خام کنی. بهتر این مسخره بازیاتو تموم کنی، وگرنه روزای سختی تو مزرعه پیش روته. زندگی تو تبدیل به جهنم میکنم، حالا میبینی. کمال، الهی دورت بگردم. ننه، قربون پسر گلم برم. حالتون چطور آقا کمال؟ خیلی نگرانتون شدم. من خوبم، خوبم. خدا رو شکر آقا کمال، دکتر گفت که زخمش کشنده نیست. شانس آوردین. خدا حفظتون کنه آقا کمال. شانس آورده؟ تو به وضعیت این پسر میگی شانس؟ حتی تو زندونم دست از سرش بر نمیدارن. میدونم کار بابای گلیه، مطمئنم کار اون بیشرفه. نمیدونم. چیو نمیدونی پسر؟ غیر از اون دیگه کی میتونه همچین کاری کنه؟ کی میتونه همچین بلایی سرت بیاره؟ گفتم که نمیدونم ننه. هنوز هم داری از اون دختره طرفداری میکنی؟ من از هیچکی طرفداری نمیکنم. وقتتون تمام مادر. صبح بخیر. صبح بخیر. برای گلی بشقاب نذاشتین؟ گلیزار یه بشقاب دیگه بیار. گفتم که بشقاب دیگه بیار. چرا وایستادی؟ بشین. از این به بعد یه بشقاب دیگه هم میذاری رو میز گلیزار. فهمیدی چی گفتم؟ چشم آقا. بذار برات چایی بریزم. چی شده؟ ایشالله که کوفتش بشه، ایشالله. آه تو چطور دیگه؟ میپرسی من چمه؟ آقا برای اینکه میخواد جلو دختر فیلم بازی کنه با من مثل کلفتا رفتار میکنه. حتما اشتباه فهمیدی دختر. آخه چرا آقا باید برای یه همچین دختری این کارا رو بکنه؟ سیاره خودت هم نمیفهمی چی داری میگی. نمیدونستم. نمیدونستم. نمیدونستم که دایم اینقدر هیزه. من که خواهر زادشم و نادیده گرفت. اون وقت نامزدم و برای خودش میخواد. گلیزار بهم گفت ولی باور نکردم. حالا چی کار کنم عمو یاسین؟ چطوری تو روی بقیه نگاه کنم؟ همه بهم میگن بی غیرت. عجله نکن بزن. بذار ببینم چی میشه. من فکر نمی کنم دایید اون دختره رو به خاطر خودش بخواد. نه اینطور نیست. یعنی هنوز معلوم نیست؟ واقعا معلوم نیست؟ حتما باید ازش حامله بشه تا شما باورتون بشه عمو. داداش بله. نریمان و زکایی امشب دعوتمون کردن کلوب. خوبه، حتما میریم. فرصت خوبیه که گلیو به همه معرفی کنیم. مگه اونم میاد؟ چرا نیاد؟ گلی تو هم میای؟ خب من... نه نمیتونه بیاد. چرا نمیتونه بیاد؟ چون اون لباس مناسب نداره. هیچ اشکالی نداره. میریم براش لباس میخریم. برو آماده شو گلی، میخوایم بریم خرید. راست میگین آقا مظفر؟ آره راست میگم. میشه بگین دارین چی کار میکنین؟ منظورت چیه؟ منظورمو نمیفهمی؟ محض رضای خدا به فکر آبرو حیثیتمون باشین داداش. اول که گذاشتین اینجا بمونه، بعدش هم که سر میز بهش جا دادین. الانم میگین که میخواین به دوستامون معرفیش کنین. اصلا برام مهم نیست که بقیه در موردمون چی فکر میکنن. اگه یه بار دیگه اینجوری با هم حرف بزنی ممکنه خیلی ناراحت بشن. داریم میریم قربان. تو به کارت برس احمد، ما خودمون میریم. زود باش سوار شو گلی. خسته نباشی. ممنونم قربان. الهی که خدا لعنتت کنه، عرضه عوضی. خدا آقا رو لعنت کنه. من شوهرمو به خاطر اون ترک کردم. به نظر من اینطوری میاد که تلسمش کرده باشن. طلسمش کردن؟ بله دختر جون طلسم. پس چجوری آقا یه شب کلن اینقدر عوض شده؟ پس منم یه طلسم میگیرم که از هم جداشم. از کی میخوای بگیرم؟ از کی؟ از حافظ. اون طلسمای خیلی خوبی داره. بالاخره رسیدیم. تو برو تو هرچی دلت میخواد خرید کن. منم 5 دقیقه میرم دفتر یکی از دوستامو میام. اینجا رو مرتب کن. هر کاری بهت میگم گوش کن عزیزم. چیه دخترم؟ بگو ببینم چی میخوای؟ داشتم به لباسا نگاه میکردم. میخوای لباس بخری عزیزم؟ این لباسا به دردتون نمیخورن. چرا به دردم نمیخورن؟ گفتم که به دردت نمیخورن. خودت بفهم دیگه. یعنی چی بفهمم؟ این چه طرز حرف زدنه؟ ما به دخترای مثل تو لباس نمیفروشیم. ولی آخه من اومدم اینجا لباس. یالا دختر جون برو بیرون. برو بیرون. چی شد؟ از لباسهای مغازه خوشت نیومد؟ خانومی که اون تو بود من انداخت بیرون. گفت لباسا به دردت نمیخوره. انداختت بیرون؟ بیا ببینم. اوه آقای مظفر خوش اومدی. خیلی ممنون مادام. کمه تله و جوه بیان مرسی. خوب فرانسه حرف میزنید؟ نه کاملا، فقط همون چیزایی که از شما شنیدم و بلدم. اوه چقدر عالی. فکر کنم اشتباهی پیش اومده. خانم گلی با من هستن. واقعا؟ واقعا متاسفم قربان. فکر کردم که اشتباه فکر کردی. از این به بعد خانم گلی از مشتریای ثابتتون میشه. یعنی منظورتون اینه که مثل خواهرتون خانم حالیده؟ بله. خانم گلی از اقوامتونه؟ بله یه جورایی. برای امشب یه لباس لازم داره و کفش و کیف و جواهرات و چیزای دیگه هم. خیالتون جمع. حتما ترتیبشو میدیم قربان. خوبه. من باید برم کارخونه. مغازه مال خودته. هر چی میخوای پسند کن و بخر. بعد از خودم میام دنبالت. باشه؟ مادام ما لطفاً به خانم گلی کمک کنید. اصلاً نگران نباشید قربان. روزتون بخیر مادام. خدا به همراهتون. دخترها زود باشین. بیا اینجا عزیز دلم. اگه از چیز خاصی خوشت اومد به هم بگو باشه؟ خجالت نکش. دکا از این طرف. سلام علیکم حاج آقا، حالتون خوبه؟ سلام علیکم خواهرم. حاج آقا منو شناختی؟ من گلیزارم، از مزرعه آقا مظفر میام. یه بار برای مولودیه بهیه خانم اومده بود این مزرعه. بله شناختم، خیر باشه. چه امری دارین؟ راستش حاج آقا من یه دوستی دارم، راستش نمیدونم چجوری بگم. شوهر این دوستم به یه زن دیگه نظر داره، یه زن دیگه. خونه زندگیشو ول کرده حاج آقا. زن بیچاره زندگیش سیاه شده، مریض شده، افتاده تو رختخواب. خب حاج آقا شما که مردا رو میشناسین چقدر سادن، مثل روز روشن این مرد رو جادوش کردن. میدونم که دعای شما میگیره، برای همین اومدم پیش شما. اگه امکانش هست یه دعایی، یه چیزی برای این زن بیچاره بنویسی، خواهش میکنم کمکش کنی. این خانم جان، این کارا تو دین ما حرامه. اگه مشکلی داری به خدا توکل کن، خلوص نیت داشته باش، دعا کن و مطمئن باش که خدا خلوص نیت تو رو بی جواب نمیذاره. حاج آقا اگه کفر نباشه پس چرا من هرچی دعا میکنم جواب نمیگیرم؟ خواهرم دعا کردن یه فرصتیه که خداوند در اختیار بنده هاش میذاره. مطمئن باش اگر دعایی از تو برآورده نشده حکمتی توش بود. نمیدونم منظور حرفای منو میفهمین یا هنوز متوجه نشدین؟ بله منظورتون رو فهمیدم. با اجازه. سلام علیکم برادر. سلام علیکم. خیلی خوش اومدی داداش. اختیار داری داداش. خب اینم ازی بفرمی. یعنی یه جوری مواتو برات زدم که حال کنی، دلت حال میاد. باشید اومد نه بفرمی. خدا نگهدار. تا به حفظتون کنم. رشید حدس بزن کیو دیدم. کیه؟ آقا مظفر رو. حدس بزن کیه همراش بود. نه بابا گویی پاتو گذاشتی روش، پاتو بردار. بیا بردار خودش آنی بود. خب صرف کن بذار بشینم قشنگ مفصل با هم صحبت کنیم. خب جمشید یعنی گلی واقعا تونست دل مظفر به دست بیاری؟ خود خودشه. اگه این گلی جانمون یه وقت از آقا مظفر حامله بشه دیگه نونمون تو روغنی. واقعا عالی میشه. اون وقت شاید از مزرعه بندازتش بیرون. چرا باید این کارو بکنه؟ اگه اونجا باشه که خیلی بهتره مگه نه؟ خب چرا نباید این کارو بکنه؟ اون وقت دست دخترمو میگیرم و میبرم دادگاه و ازش شکایت میکنم. شکایت میکنی؟ مظفر پول داره، خیلی هم آبرو داره، نمیذاره آبروش بریزه. واسه همینم سعی میکنه موضوع رو ختمه به خیر بکنه. بهم پیشنهاد پول میده، ازش 1000 تا 5000 تا یا هر چی که دلم بخواد میگیرم. پس زود باش برو مغازه یه سرتم باشه. حتما میرم، ولی قبلش باز یه خورده موهامو کوتاه کنی، همچین پریشون شد. معلومه همچین موهاتو بزنم. آره پشه میزنم. آخه پس گردنشو. خیر باشه. این شادی به خاطر چیه؟ چطور مگه؟ خوشحالیم جرمه؟ نه مظفر عزیزم، چون تا به حال کسی تو را اینطوری موقع سود زدن ندیده مظفر عزیز. یا شاید هم یه اتفاق عجیبی افتاده. آراسی پاشازاده تماس گرفت، گفت که اگه وقت داری بری پیشش ببینم چی میشه. چیه گلیزار جان؟ برای چی اومد اینجا؟ یه کار خیلی مهم دارم آقا حافظ. چند لحظه وقت داری؟ آره حتما، باعث افتخار منه. بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید داخل. نه، به خاطر اتفاقی که افتاده واقعا متاسفم. ما مخلصتونیم. حالت چطوره؟ زخمات خوب شدن؟ خدا رو شکر. به گفته دکتر جای نگرانینی خیلی زود خوب میشن. انشالله انشالله. کمال، درباره کسی که این بلا رو سرت آورده بود پرسجو کردم. اینطور که فهمیدم از دوستای رمضونه. خواهرزاده آقای مظفر. آره، رمضون چند باری اومده بود اینجا ملاقاتش. منظورم اینه که این کار جمشیر و حمزه نیست. اصلا مهم نیست اوستا. حتما اونا هم میخواستن من بمیرم. همین. چرا اتفاقا مهمه کمال؟ اگه رمضان انقدر درمونده شده که دست به یه همچی کاری بزنه، پس یعنی حتما گلی بهش جواب رد داده. دیگه برای من گلی وجود نداره. همه چی تمومه اوستا. نه اینطور نیست، اینطور نیست. قبلا خودت بهم میگفتی بی خیالش بشم. چی شد که یهو نظرت برگشت؟ خب من اون موقع فکر میکردم اون برای تو مثل بقیه دختر است، ولی حالا میبینم که اینطور نیست کمال. حالا که میبینی خوشحالی پول رو از اشک آدمای بدبختی مثل من درست میشه، نه از پولشون. الان من اینجا تو زندونم ها. عدالتی که ازش حرف میزدی نیست اوستا. بگو ببینم، بهم بگو کجای این عدالت؟ کجاش عدالت؟ گوش کن ببین چی بهت میگم پسرم. خدا عدالتشو به کسایی که دوستشون داره عطا میکنه. من دوست ندارم تو به عنوان یه خلافکار یا بازنده از اینجا بری. میدونی من خوب میدونم که یه روزی حتما به فکر انتقام میفتی پسرم، ولی لازمه بدونی هر وقت اون روز رسید نه مثل اونا بی‌رحم باش و نه بیخیالشون شو. بهترین کار اینه که در مقابلشون قوی و بخشنده باشی. اینجوری وجدانتم راحت‌تره پسرم. خدا نگهدارت باشه. بسیار خوب، بذار قضیه رو مرور کنیم. تا اونجایی که من فهمیدم شوهر یکی از دوستاتون عاشق یه زن دیگه شده و دوستتونم فکر میکنه که شوهرش رو طلسم کردن. تا اینجا رو درست متوجه شدم؟ بله درست آقا. حالا یه سوال دیگه، این دوستتون تو مزرعه زندگی میکنه دیگه، درست فهمیدم؟ تو مزرعه؟ نه این چه حرفیه؟ یکی از اقوام دورمه، زن بیچاره به خاطر شوهرش مریض شده. جادو بیجاد نمیشه یه جادویی، نمیدونم، یه وردی، یه دعایی. ساکت شو، دهنتو ببند. کافر، این حرفت گناه کفره. تازه خیلی بدتر از اون چیزی که فکرشو بکنیه. منظورت از جادو چیه؟ من که شعبده باز و جادوگر نیستم، من فقط خادمه. من فقط خادم خداوند مهربون هستم، فقط همین. همینطوره، مطمئنا همینطوره بزرگوار. حالا من چیکار کنم؟ دوست بیچارم به خاطر شوهرش خیلی ناراحته. یعنی نمیتونی کاری بکنی؟ باید کمکش کنی. تو که اینقدر سنگ دل نبودی. صبر کن، حالا گریه نکن. یه دقیقه صبر کن، گریه نکن. من اصلا تحمل دیدن گریه خانم رو ندارم. رو تو بپوشون. استغفر الله هم تو بایلش. خوب نگاه کن، تا حالا از اینا دیده بودی؟ بله، البته که دیدم. این یه ملاقه مقدسه، دقت کن. اون دوستی که دربارش بهم گفتی باید یه تیکه از موی اون زنیکه رو ببره و موقع طلوع خورشید اینو توش بسوزونه. خوب 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 بسوزونه، بسوزونتش. آره. باشه حتما. بعدم باید خاکسترشو خوب بکوب و بعد بریزه توی این ملاقه و بده به شوهرش بخوره. مثلا چه میدونم، تو قهوه، چای، چیزیش بریزه تا بخوره. خاکسترشو بریزه. آره، اینجوری اون آقای حالش به هم میخوره و دیگه دلوردش یواش یواش میاد تو دهنش و از اون دخترم دیگه حالش به هم میخوره و این همون چیزی که تو میخوای بهش برسی و اون وقتی که عاشقه دوست تو میشه و با اون زندگی میکنه. حالا فهمیدی چی گفتم؟ بله قربان، بدینش من. خب بگیرش دیگه. خدا خیرت بده بزرگوار، خیلی لطف کردی، خیلی ازت ممنونم. خب هزینهش؟ من که کاری نکردم. یه روز میام مزدا و برام یه قهوه درست کن. اون وقت با هم دیگه بی حساب میشیم. نظرت چیه؟ باشه. وسایلت آماده است گلی جون. فقط همین کیفو میبرم دیگه، باید برم. آخه خیلی دیرم شده. فقط این لباسا رو برام بفرستین مزرعه. مگه منتظر آقا مظفر نمیمونی؟ نه، میخوام یه ذره قدم بزنم. اگه آقا مظفر پرسیدن بگین ساعت 8 دم رستوران میبینمش. فعلا. پاکیزه، مگه کمی وایستا دیگه، کارت دارم. توی گلی؟ بله گلی، هم پسه کردی کیه؟ باورم نمیشه، خیلی خوب شدی. خوشت میاد؟ خوشگل شدم. خوشم میاد. اون بازیگر هست دوستش داری، لالا ترنل چیه؟ شبیه اون شدم. آره شبیه اون، از اونم خوشگلتر شدی. عالی شدی. از کارخونه میای؟ آره داشتم فکر میکردم که برم بیمارستان یا نه. مگه مریضی؟ چت شده؟ نه مریض نیستم. اوس محسن رفته بود اونجا، منم. مگه چش شده؟ خدای نکرده اتفاقی افتاده؟ خودش چیزش نشده. کمال، کمال چش شده؟ کمال چش شده؟ پاکی با چاقو زدنش. مظفر جان دیگه الکی این کارو عقب ننداز. ما میخوایم که تو هر چه زودتر عضو حزب ما بشی. آخه منتظر چی هستی؟ من که اصلا سر در نمیارم. اونجا رو ببین، اون آقا مظفر نیست؟ آره خودشه. اون نگاه کن، هر کی ندونه فکر میکنه از بچگی دموکرات بوده. چقدر با هم صمیمیان. چهل سال زحمتمو نادیده گرفتم. خیلی برام سخت و ناراحت کننده است که با هم همچین کاری کرده باشم. فعلا خداحافظ. بعدم میبینم. خداحافظ. بریم. کجا؟ میخوام دوستت درشت بارش کنم. آقا مظفر، همه یه کشاورتا رو نابود کردی و حالا هم داری با حزبشون زد و بند میکنی؟ من میدونم مرد نیستی، ولی حداقل یه خورده خجالت بکش. احترام بقیه رو نگه دار. به حرفشون گوش نده. سوار شو، سوار شو برو خونه.